بعد از آشنایی با مفهوم Realized Price یا Realized Cap و مقایسه اون با مفهوم مارکت کپ یا مارکت پرایس ما میتونیم شروع کنیم گرفتن خروجی های متفاوت از این دو تا داده و مقایسهشون و اولین خروجی خواهیم گرفت خروجی کیفی و اون کوانتیتیتیو خواهد بود الان در تصویری که الان میبینید ما ریلایز پرایس و مارکت پرایس رو در مقابل هم قرار دادیم از اپریل 2013 تا اپریل 2019 و همونجور که داریم میبینید حالا اون خط نارنجی اون ریلایز پرایس هست در جاهایی از بازار که این ریلایز پرایس ثبات نسبی داشته و کمتر از اون قیمت مارکت پرایس بوده در واقع اینجا بازار حباب داشته و همچنین که داریم میبینیم مارکت کپ در حال کاهش بوده مارکت پرایس در حال کاهش بوده و این نشون دهنده بازار بریش بوده چرا که تو بازار بریش ما یک ثباتی داریم روی ریلایز کپ به دلیل اینکه حجم زیادی از کوین ها که حالا توسط اون بازار اصلی داره هدایت میشه معامله نمیشه و قیمت کلی که داره تغییر میکنه قیمت رو همون بخش کوچیکی که هست از کوین ها که در صرافی ها هستن داره تغییر میکنه قیمت میانگین آخرین معامله اون کوین ها خیلی تغییر نمیکنه پس یکی از نشونه هایی که ما میتونیم بریم ببینیم اینه که ریالیز کپ کمتر از مارکت کپ حالا ریالیز پرایس کمتر از مارکت پرایس و یه ترند ثابتی داره در مقابلش مارکت کپ داره کاهش میکنه حالا اینجا اصطلاحا به فیز دیسکاست یا اون فیزی هست که افراد تو بازار بریش قرار میگیرن و شروع میکنن به خاطر فشار فروشی که هست قیمت کاهش پیدا میکنه گمان زنی های منفی تری رو به پایینی در مورد قیمت داده میشه در صورتی که ریلایز پرایس نمیکنه حجم زیادی از کوین ها دیگه در شبکه ثبات موندن در حال ثبات هستن و اینا دیگه معامله نمیشن که قیمت کمتری از اون قیمتی که براشون پرداخت شده روشون گذاشته بشه بعد از فاز دیسکاست یا اون فاز بریش ما وارد یه فاز کپچولیشن میشیم این فازی هست که در واقع خریداران با دید بلند مدت تر در حال خرید کوین ها در قیمتی کمتر از قیمت ریالایز پال اینجا ریالایز پرایس هستن در واقع اینجا افراد خورده تریدر یا افرادی که دیگه واقعا نامید شدن شروع میکنن از میانگین قیمتی که واسه اون کوین ها پرداخت کرده بودن در قیمت پایینتری میفروشن اینجا جایی هست که بازار به شدت موقعیت مناسبی از واسه سرمایه گذاران و حالا تریدر های بلند مدت واسه ورود به بازار چون دارن قیمتی که پرداخت میکنن برای اون بیت کوین حالا یا اون ارز خشون از قیمت ریلایز یا ارزش واقعی کمتر اصطلاحا آندر و منفی داریم اینجا در واقع اینجا اون فاز انتهای یا میانه سایکل ما هست در واقع فاز بریش ما داره و یک تعادل نسبی داریم ولی جایی که مارکت کپ کمتر از اون ریالایز کپ میشه یا مارکت پرایس کمتر از ریالایز پرایس uh, uh, میشه موقعیت بسیار مناسب و اینجا جایی هست که اون بازار سازها در حال خرید کوین uh, ها هستن و حالا با یک کنترلی که روی میزان خریدشون دارن و شبکه داره uh, استفاده میکنه از این uh, قیمت پایینتری که داره صرافی ها روی اون کوین ها گذاشته میشه و uh, اصطلاحا حالا اون حجم کوین هاشون رو زیاد میکنن بعد از اون بازار در اون فاز کپچولیشن ما به یه فاز میرسیم که کم کم نشونهایی از بازار بولیشون میبینیم و های بلند مدتتر دارن شروع میکنن به خرید کوین حالا یا افراد تازه وارد اینجا خیلی وارد نشده ولی افرادی که یک شناخت نسبی نسبت به بازار دارن شروع میکنن به خرید کردن اینجا میبینیم که یک کمی قیمت انحراف پیدا میکنه از قیمت ریلایز پرایس که اونم بخاطر این است که یک کمی تقاضا داره از عرضه بیشتر میشه حالا در صرافی های کمی خرید بیشتر از اون میزانی است که داره وارد صرافی ها میشه و قیمت رشد میکنه البته دقت کنید که تو این فاز تبدیل این از تبدیل این کپچولیشن uh, به فاز بعدی که حالا اسمش رو دیسبلیف تو اکسپتنس میذارن شیب uh, افزایش قیمت ظاهری یا مارکت پرایس یه کمی uh, بیشتر از اون uh, شیب قیمت ریلایز پرایس به بخاطر اینه است که حجمی که داره وارد صرفه میشه هنوز حجم زیادی نشده برای فروش تعداد زیادی از ارزهای شبکه قیمت گذاریشون نشده و به آهستگی داریم اتفاق میفته فاز بعدی که فاز خیلی جالبی هست جایی هست که شیب افزایش مارکت پرایس تقریبا برابر با شیب ریلایز پرایس یا حالا ریلایز کپ خواهد شد چرا اینجور خواهد شد؟ این به دلیلی که حجم زیادی از اون کوین هایی که نگهداری شده بودن توسط حالا اون بازار سازا به واسطه حضور خریداران جدید و اون هیجانی که در بازار ایجاد میشه اینا اجازه پیدا میکنن که اون کوین که قیمت گذاری کمترشون شده بوده به صورت میانگین وارد صرافی کنن و شروع به فروش کنن در واقع اون هایی که قبلا خریدار شدن و قیمت گذاریشون قیمت کمتری بوده اینجا به واسطه فروش به افراد تازه وارد حالا افرادی که هیجان زده هستن یا قدرت خرید زیادی به بازار دادن باعث به با که این قیمت... کوین های ارزوتر قیمت گذاری جدید بشه به واسطه این قیمت گذاری جدید و بالاتر روی این کوین های بیشتری از شبکه ارزش شبکه در حال افزایشه پس ما با مقایسه سرعت رشد این ریلایز پرایس و مقایسه اون با مارکت پرایس ما میتونیم یک سنس کلی از اینکه کجای بازار هستیم داشته باشیم ما الان در فاز دیسکاست هستیم ریلایز پرایس خیلی نمی نمیکنه ولی مارکت پرایس به شدت داره کاهش پیدا میکنه در فاز هستیم که این دوتا تقریبا به صورت در بازه بلند مدت حالا ماهانه یا هفتگی تفاوت زیادی ندارن نسبت به هم و مارکت کپ پایین تر از ریل کپ قرار میگیره اونجا جایی هست که در واقع اون بازی با حالا نهنگا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم در حال خرید هستن یا توی فازی هستیم که قبل از فاز بولیش هستیم و داریم حرکت میکنیم به اون فاز که اون تریدرهای بلند مدت تر اسمارت مانیا شروع میکنن به خرید کردن ولی شیب خریده که داره انجام میشه یه کمی بیشتر از اون شیبی هست که ارزش گذاری شبکه در حال تغییر است اونم بخاطر این است که بیشتر در سطح صرافی ها داره خرید میشه و هنوز تعداد زیادی از کوین از شبکه وارد صرافی نشده و به جایی میرسیم که به خاطر حضور خریداران جدید حالا ایفوریا اسمشو میذارن یا اون فاز رویایی که همه فکر میکنن بازار قراره تا اصطلاحاً تا همون مون بره والا وارد بازار میشن و شروع میکنن قیمت های بالاتر خریده اونجا جایی هست که نهنگا شروع میکنن کوین های قدیمی که ارزش ق... قیمت کمتری داشتن و وارد بازار میکنن این انتقال باعث میشه که قیمت گذاری جدید رو کوین ها بشه و ریلایز کپ هم افزایش پیدا کنه پس این استفاده کیفی رو میشه از مقایسه این دو تا انجام داد من حالا این فازی که الان هستیم رو به تاریخ فکر میکنم 17 یا 18 اپریل هست رو ببینید اینجا همون فاز انتهایی بازار 2017-2018 بوده که میبینید به شدت شیب از یک جایی سعودی شده بوده و تقریبا شیب مساوی با بحث مارکت کپ داشته زمانی که این شیب ها به هم برابر شدن در ما وارد اون باز یوفوریا یا اون فاز هیجانی بازار شدیم در حال حاضر ما از جولای 2019 تا حدودا جایی که داشتیم سقف قیمتی دوره قبل رو میزدیم همون Disbelief to Acceptance اون فاز آهسته حرکت به اون بازار هیجانی رو داشتیم و بعد از حالا میتونیم بگیم می حدودا از بعد از زدن سقف قیمتی وارد اون بازار هیجانی شدیم ولی اگر دقت کنید نه حالا لزوما ما بخوایم در نظر بگیریم که این افزایش رو حتما اینجا خواهیم داشت ولی در ابتدای این حرکت بازار هیجانی حالا یوفوریا هستیم و این تا کجا میخواد بره مبنا خروجی ما نخواهد بود ولی ما میتونیم تصور کنیم زمانی که این شیب افزایش ریلایز که به شدت زیاد هست و کوین های که قبلا ساکت بودن و در آنچین بودن و وارد صرفیان نشده بودن رو داریم میبینیم که دارن قیمت گذاری جدید میشه و این باعث میشه که ریل کپ افزایش شدید داشته باشه اینجا میتونه یک زنگ خطری واسه ما باشه که بله ما الان داریم به اون نقطه انتهای بازار به حباب تفاوت این دوتا مارکت کپ و ریلاس کپ نزدیک میشه به جایی که ممکنی حباب شروع کنه به ترکیدن پس این یک خروجی کیفی بود ببینیم الان افراد سرمایه گذار از این چه استفاده میتونن بکنن افراد سرمایه گذار یا اون تریدر ها چه استفاده میکنن اگر دقت کنید اینجا داریم ریلکس پرایس رو با مارکت پرایس مقایسه میکنیم در چرخه های متفاوت زمانی که ریلکس پرایس در چرخه حاضر به قیمت سقف مارکت پرایس دوره قبل رسیده ما یک دوره از اصلاحات که در واقع شروع یا میانه بازار هیجانی بوده رو شاهد بودیم همونجور که در 2017 قبل از که به سقف برسیم زمانی که ریلایز پرایس حدود مارکت پرایس تو چرخه قبل از آل تایم های چرخه قبل بوده چند تا اصلاح داشتیم چند بار میبینیم که ریلایز Real کم یه حالت ثباتی داشته جایی هست که تقریبا نهنگا اون حرکت خودشونو کردن دست به اون اصل کوین ها روی آنچین نمیزنن و قیمت گذاری محدود به همون صرافی ها میشه و این اتفاق و الان هم در قیمت 50 تا 60 هزار ما دقیقا شاهد چنین چیزی هستیم 50 تا 60 هزار مارکت پرایس میبینیم که اون ریلایز پرایس ما داره حدودا نزدیک اون قیمت آلتایم های قبلی میشه حدود 20 هزار دلار میشه و الان چون به این نقطه رسیدیم قابل انتظار بود که بازار وارد یک حالت رنگ زدنی بشه و حرکت همونطور که داریم می‌بینیم مثلا در دوره قبل یک حرکت اصلاحی داشته باشه اینجا پس اون اسمارت مانیا اون تریدرهای های بلند مدت تر که دانش قبلی از این داده ها دارن در این مواقع سعی میکنن یه تک پرافیتی کنند میتونن اون کوین رو که در حال فروشش بودن از سرعت فروشش کاهش بدن و اینجاست که بازار یک اصلاحی خواهد داشت که الان هم ما شاهد همون اصلاح هستیم حالا که از این فاز اصلاحی خارج بشیم بستگی داره که کی ببینیم این شی و ریلایز کپ در حال افزایش هست پس یه استفاده کلی که ما میتونیم بکنیم از این به عنوان یک گذار خصوصا اینه که ببینیم وقتی که داریم آل تایم های قبلی رو توی ریلایز پرایس می بینیم. انتظار رنگ زدن رو باید داشته باشیم حالا میتونیم اینجا شروع کنیم بعد از که بازار اصلاح کرد به افزایش حجم داراییامون یا خریدامون انجام بدیم یا اگر تریدر هستیم از معاملات اهرمدار دوری کنیم و این فیوچر پوزیشنامون رو ببندیم چون بازار کمی وارد فاز اصلاحی میشه پس این یکی از استفاده هایی که میشه به صورت کیفی از این داده ریلایز پرایس در مقایسش با مارکت پرایس انجام ده.